رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، خسته نباشید. سلام، بفرمایید. حال شما خوبه؟ خوب هستین شما؟ متشکرم، بفرمایید. ممنون که هستید و به جامعه ایرانی کمک میکنید. واقعا خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم بعد از مدت ها و اینکه خدمتتون عرض کنم که واقعا افتخار میکنم که لطف دارید شما هستن و به جامعه ایرانی واقعا کمک میکنن. لطف دارید، خوشحالم منم باهاتون صحبت کنم. بفرمایید. خواهش میکنم، خدمت شما عرض بکنم من زیاد وقتتون رو نمیگیرم برای اینکه دوستان دیگه هم نوبتشون برسه که بتونم با شما صحبت بکنن. من سریع میرم سر اصل مطلب، اینکه اصل مطلب برادر من هستش توی زندگی ما و توی خانواده ما. من یه بک‌گراندی از خودم و خانواده‌ام خدمتتون عرض بکنم بعد بریم سر صحبت کردن. من بچه اول هستم از یک خانواده 5 نفره، یعنی 3 تا بچه هستیم با پدر و مادرم. من فرزند اول هستم، بعد یه خواهر دارم که 2 سال و 3 ماه از من کوچیک‌تر هستش و یه برادر کوچیک‌تر دارم که 8 سال از من کوچیک‌تر هستش. بین من و خواهرم اون فاصله زمانی که شما همیشه توی صحبتتون می‌فرمایید 20 تا 35 ماه رعایت شده و ما همیشه با همدیگه بسیار خوب بودیم و خوب بزرگ شدیم تا زمانی که برادر کوچیک‌تر من وارد زندگی ما شد و من برادرم رو میتونم بگم که همون چیزی که همیشه شما میفرمایید بزرگ کردم. متاسفانه حالا تمام بارش روی دوش من بود. خدمتتون عرض بکنم که از بچگیش بگم که حالا اومد، من خیلی دوستش دارم آقای دکتر و هم مسئله که همیشه شما هم میفرمایید که بچه اول معمولا احساس این که من همیشه دوست دارم که تمام خانواده مشکلی نداشته باشن، مشکلاتشون رو حل بکنم خودم. خدمتتون عرض کنم برادر کوچیکتر من که به دنیا اومد، خب بیشتر معمولا من چون 8 سال باش اختلاف سنی داشتم من بزرگش کردم، تا خیلی شیطون بود، خیلی بیش از اندازه شیطون بود، تا حدی که مادر من اون رو برد دکتر. بیش از اندازه توی مهد کودک توی مدرسه اذیت میکرد، بردش دکتر. دکتر اون موقع آقای دکتر توی دهه 70 ایران بود و هنوز به قول معروف این ADHD و ADHD زیاد شناخته شده نبود، ولی اون موقع دکتر روانشناس تشخیص پیشفعالی به مادر من دادن و یه قرصی رو دادن. اون موقع این قرص رو میدادن به برادر من. برادر من حدود مثلا 5 سال 6 سالش بود مصرف میکرد. آی دکتر در از یکی دو هفته استفاده کرد، ولی این قرصه چون بیحالش میکرد و خواب آور بود و این مجبور بود که مثلا دیگه انرژیش رو به قول معروف نمیتونست بریزه بیرون، این قرص رو نخورد و گفت من دیگه نمیخورم و به قول معروف این قرص رو نخورد. بعد هر چقدر بزرگتر میشد مشکلاتش بیشتر شد، تا حدی که مثلا من صبح‌ها یادمه که من این رو میبردمش مدرسه میذاشتمش، مثلا یا پدرم مثلا اینو صبح‌ها میبرد قبل از که بره سر کار میذاشتش. یکی از مثلا اونجا برای من یک آلارم خیلی شدیدی بود که این من 3 روز پشت سر همینو بردم گذاشتمش مدرسه، ولی از حیات مدرسه فرار میکرده و تو خیابون‌ها میرفت میچرخیده. بعد از 3 روز به مادر من زنگ زدم گفتن که این چرا نمیاد مدرسه. بعد من گفت مادر من گفت مگه میشه مدرسه، ما صبح میزنیمش مدرسه. بعدا متوجه شدیم که نه، این 3 روز به خاطر اینکه حالا معلم مدرسه به این گفته که به پدرت بگو بیاد پیش من که مثلا چیز کنه، از اون ترس و استرابی که داشته از مدرسه فرار میکرده و نمیرفته مدرسه. میشه من بفرمایید؟ نه صبر، میشه بفرمایید کلاس چندم بوده یادتون میاد؟ فکر میکنم آقای دکتر اگر اشتباه نکنم 3 یا 4 دبستان بود. بله 3 یا 4 دبستان بود. این من چون خودم خیلی برام به قول معروف مدرسه و رفتن مدرسه خیلی برام مهم بود، اصلا باورم نمیشد که این چه دل و جرأتی داشته که به قول معروف این کار رو انجام بده. این اولین نشونه خیلی بد بود که من دیدم این خیلی دل و جرأت خیلی کارهای خطرناک رو داره. بعدش همینطور که بزرگتر میشد یک نمونه دیگه خدمتتون عرض بکنم. قبلش که بیام بگم که پدر من بسیار آدمی هستش که حالا متاسفانه بگم که درس خوندن براش مهم بود و اینکه
باید حتما بچه ها درس بخونن. البته اینم بهتون بگم که خیلی به من کمک کرد، به خواهرم کمک کرد، به برادرم هم کمک کرد، ولی متاسفانه متوجه شد که برادر من اصلا به قول معروف به نتیجه نمیرسه. به قول معروف نه ببینید عزیز، بذار چون نه سب کنیم. اولا دارویی که دادن ADD و ADHD حالا ریتالین معمولا اون زمان بوده، اگر اندازه نباشه مسئله آفرین هست، البته نه به شدتی که شما گفتید، ولی خب به هر حال بچه را از اون فعالیت باز بده، ولی اشکال کار متأسفانه بله. اینه فعالیت این انرژیشو چون خیلی زیاد بود نمیتونست انرژی همش آخه مسئله اون نیست مسئله نه ببینید مسئله این است که بیش فعالیتی در کودکی علامت افسردگی هست و میتونه با خشم همراه باشه و بنابراین برادر شما اون موضوع ای بس و ADD یا ADHD یا هایپر اکتیویتی بیش فعالیتی نبوده، مسئله افسردگی بوده که با خودش اون رو داشته. حالا بعدا میفهمیم که چه خبر بوده، یعنی میخوام بگم که اون مسئله بجاست. همینجا میخوام بگم برای من الان مهمه چون من باید یه تصویری بسازم. فرقی نمی کنه چون 8 سال فاصله. سن برادرتون الان چقدره؟ الان 30 سالش هستش. 31 30 سالشه. بله بنابراین شما 38ید اون 30. اوکی از کجا تلفن میکنی؟ من 38. از کجا تلفن میکنی؟ چه مدتی استرالیا هستی؟ من حدودا 3 سال هستش که استرالیا هستم. برادرتون کجا هستن؟ ایران هستن. من چون مشکل پیش اومده گفتم که از ایران سخته که نه متوجهم. آخه میخوام بدونم. بنابراین شما 3 سال. حالا مشکلاتشون رو من میخوام بگم که این مشکلات واقعا وارد زندگی من شده و حتی تاثیر روی زندگی من گذاشته و حالا خانواده خود من. من اگر اجازه بدید ادامه بدم که بهتون بگم. من دیگه بقیه تداوم این که چه کرده اونقدر مهم نیست. به من بگید الان چه خبر است در زندگی، یعنی ظرف 2-3 سال اخیر چه خبر؟ خواهش می‌کنم دو تا نکته کوچولو دیگه هم بگم. حتی یک بار آقای دکتر، ما یه سوپرمارکتی سر خیابونمون داشتیم مثلا خرید می‌کردیم، این بچه بود می‌رفت اونجا مثلا خرید می‌کرد، اون صاحب اون سوپرمارکت مثلا این داشت نوشابه می‌خورد، بعد نصف شیشه نوشابه رو خالی می‌کنه رو زمین، بهش میگه چرا نوشابه رو نمی‌خوری تو که از من گرفتی؟ بهش گفتی که بابام پول داره، مهم نیست برام. این از این می‌خوام طرز فکر این آدم رو بهتون بگم. بعد این بزرگتر که شد خدمت شما عرض بکنم که آقای دکتر بیش از اندازه داد و بیداد، بیش از اندازه استرس به ما و خانواده ما وارد میکرد و تا حدی که آقای دکتر هر چیزی که بخواد به دست میاره، یعنی میاد در خونه تمام وسایل رو پرت میکنه این ور اون ور، خود میکنه میگه من پول. یعنی مهمترین نکته براش و مهمترین چیز براش تو زندگی پول هست. یعنی اگر جیبش خالی باشه هر کاری به هر کاری دست خواهد زد. و ما توی خانواده اون آقای دکتر واقعا این مسئله رو نداشتیم، یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم که واقعا این مشکل رو نداشتیم، ولی این هر چیزی که بخواد به دست میاره. حالا ما متاسفانه من الان که دارم میگم چندین ساله با شما آشنا شدم و حرفای شما رو گوش میکنم، مشکلی که هستش ببینید پدر من مخصوصا و حتی مثلا مارم چون مثلا خیلی اصلا مورد کرد، ما همش توی خونه جنگ و دعوا داشتیم با این باد و بیداد میکرد، منم خب همینطور، پدرم هم همینطور. بعد همش به این میگفته مثلا میگفته که آقا تو هیچی نیستی، تو چرا درس نمیخونی، تو چرا مثلا به فرض مثال این کارو کردی مدرسه. این از بچگی این براش حالا چی شد که با داد و بیداد همه چی رو به دست میاره. الان آقای دکتر خدمتتون عرض کنم که من تو همون دانشگاهی که خودم تدریس می‌کردم در ایران به من گفت من می‌خوام برم دانشگاه. بعد از چندین سال که حالا دیپلمشو به سختی گرفت گفت من می‌خوام برم دانشگاه. چرا؟ چون مثلا حالا همه دارن میرن دانشگاه، می‌خواد ببینه دانشگاه مثلا چی. گفتم ببین من میدونم تو درس نمی‌خوای بخونی، ولی باش همون دانشگاهی که حالا خود من توش تدریس می‌کردم ثبت نام کردم. آقای دکتر حتی دوستان مثلا همکارای خودم اساتیدی که من باهاشون به قول معروف که گروه هستیم و من میگفتم که این اصلا با تو متفاوته، این یه چیز دیگه است، این اصلا آدم خب شما ببینید بذارید من همینجا قطعتون کنم برگی ببینید چون بقیه میشنون. هر وقت شما نصف آنچه رو که همکنون درباره برادر گفتید پدر و مادر باش روشن باید بودم فرزندشون بیماره نه بد اخلاقه نه نمیدونم خشبینه نه داد و بیداد کنه، بیماره. یعنی هیچ
دنبال این که بیماریش چیه، معالجه چگونه باید بشه باید میرفتید و الا هرگز مشکلی رو شما نمیتونید حل کنید. بله آقای دکتر، خدمتتون عرض کنم، حتی من میخوام بهتون بگم که من تمام تاوان زندگی این رو من پرداخت کردم، چه از نظر مالی بفرمایید چه از نظر روحی و روانی بخوایم بگید، حالا بیشترش چیزی که خانواده من همینطور، خواهر من همینطور، پدر مادر من همینطور، با ماشین تصادف میکرد آقای دکتر، تصادف‌های سنگین همش. دوست داره آقای دکتر مثلا خدمتتون عرض کنم به عنوان مثال، دوست داره مثلا گوشی آخر مدل دستش باشه به همه نشون بده، همش اهل پوز دادنه، در حالی که اصلا ما تو خانواده‌مون یه همچین چیزی نداریم. یعنی میخوام بهتون بگم که مثلا یه چیزی رو که میخواد به دست میاد آقای دکتر، یه مثلا هر چیز نوعی، حالا گوشی موبایل باشه، ماشین آخرین مدل باشه، این رو با هر ببخشید بیت و کلک، با هر داد و بیدادی به دست میاره. بعد در عرض یک ماه مثلا میگم اون گوشیه براش دیگه اهمیتی نداره، یا مثل یک بچه 4-5 ساله که اون اسباب بازی رو دوست داره پدره براش بخره، وقتی که خرید به دست آورد دیگه خب دیگه جذابیتش از دست میده براش. این از این. بعد آقای دکتر، من قبل از اینکه بیام استرالیا دیدم که واقعا این شاید در مادر منو خیلی اذیت بکنه، من گفتم که پولی که دوستان خیلی خوبم که یه شرکت خیلی خوب و معتبری داشت گذاشتم این سر کار، گفت من دوست دارم این کار رو انجام بدم، منو بذار اگر توی میزنی منو بس کن به این دوستت. من این کار رو کردم آقای دکتر، خیلی دوست بسیار خوبی هم داشتم، اما من متاسفانه خب همین مشکل اساسیمون اینجاست. آقای دکتر خدمتون عرض بکنم که این رفت توی این شرکت کار کرد، الان در حال حاضر از توی این شرکت آقای دکتر متاسفانه فاکتورا رو جابجا کرده و پول جابجا کرده برای خودش، در صورتی که حقوق میگرفته، بیمه براش رد میشده و این مشکل ببخشید دست کجی رو آقای دکتر از بچگی این داشته. یعنی من همینه میخوام خدمت عرض کنم، وقتی که پدر من بهش پول نمیداد از جیب پدر من دزدی میکرد، از جیب من ور میداشت، بعد این بزرگتر شد با داد و بیداد این کار رو انجام میداد. من حتی یادمه آقای دکتر، ما توی انباریمون یه فرشی داشتیم که مثلا مادر من نیازی نداشت به این فرش، این فرش گذاشته بود توی انباری، آقای دکتر برای اینکه پول نیاز داشت رفته بود اون فرش رو فروخته بود، یک بچه مثلا راهنمایی آقای دکتر. یعنی اینا برای من خیلی اصلا، ما واقعا میخوام خدمت شما کنم که تو خانواده‌مون نداشتیم اصلا. آخه شما یه ببینید عزیز، آخه شما این داستان رو اینقدر، آخه هیچ ارتباطی به هم نداره. شما درست پسی که من بفرمایید که من دوربرم رو خوب میدیدم، ولی برادرم دارم که به این دنیا که اومد نابینا بود. چه هیچ اصرار دارید؟ ولی کارا نه سر کنید. اولا کار غلط بوده که فکر کردید موضوع اخلاقی و رفتاریه نه بیماری، کاری هم براش نکردید. حالا شما میگید این اطلاعات رو دارید، اما سه تا اطلاع رو به من بدید بعد حرفاتون رو بزنید، چون این موضوع خیلی فرقی نمی. اولین مسئله در حدی که شما میدونید دوران بارداری مادر با برادرتون مسئله و مشکلی بود یا نه؟ اگه نمیدونید بگید نمیدونم، برای که ببینید یه زمانی هست که آسیب تو شکم مادر خورده، آیا چیزی میدونید در این باره؟ مشکلی نداشت نه، چون من خودم اون موقع یادم بچه بودم، ولی مادر من فکر نمیدونم در هر صورت، ولی چون من اون موقع بچه بودم فکر نمیکنم مشکلی داشته باشه. اوکی. ولی این از بچگی نه صبر کنید، تولدش صبر کنید، تولدش چی؟ راحت و آسوده بود یا مشکل داشت؟ حالا بچه سوم بوده خیلی مسئله ای نبوده، ولی مشکلی داشت؟ طبیعی بود یا سزارین بود؟ زردی آقای دکتر نه، طبیعی به دنیا آورد مادر من ایشون رو، هر ستای ما رو طبیعی به دنیا آورد، ولی من یادمه که برادر کوچیک من که ما رسمیم، من اینو دقیقا یادمه، زردی بسیار بالایی داشت، همونه خلقه همون زردی دیگه. باعث شد که یک روز یا دو روز دیرتر، یعنی مادر من اومد خونه، من دقیقا بچه بودم که خالم گفتم که مثلا من همیشه دوران بارداری مادرم گفتم من یه داداش دوست دارم، حالا اون برادره اومد، بعد گفتن که پس داداش من کو، گفتش داداش تو فردا میاریم. من اون موقع متوجه شدم که بعدا متوجه شدم که برادر من زردی بالایی داشته، یک روز یا دو روز تو بیمارستان نگرش داشتن که زردیش پایین بعدا. حالا خب همونجا یه مقدار است. حالا یه سوالی دارم، متوجهم. سوال دیگر من این است که شما از نظر ارثی در خانواده پدری و مادری بیماری روانی یا مشکلات روانی چی داشتید عزیز؟ دارید؟ آقای دکتر همین رو میدونید خدمتتون عرض کنم، چون بله من یک عمه
بسیار وسواسی شدید نجس پاچی دارم و مادرم هم همینطور بسیار وسواسی هستش از نظر چیز، ولی مشکلات روانی طرف مادریم اگر اشتباه نکنم یکی از پسر عمه‌هاش بود که مشکل داشت و فوت کرد، یکی از پسر عمه‌های مادرم، ولی کلی بخوای حساب بکنید نه، من همین مسئله وسواسی رو چون گفتم که شاید شما بخواید بپرسید، من اینو حضور ذهن دارم که عمه‌م خیلی وسواسیه و مادرم هم همینطور وسواسی شدید هستش. حالا برادرتون هم وسواسی هست یا نیست؟ من وسواسی هستم الان آقای دکتر، الان من صحبت شما رو گوش می‌کنم. نه الان پیداست، حالا شما خیلی موضوع رو از اندازش بیشتر میکنید. بله من بله. خب حالا الان وسواس شما تو چه چیزاییه؟ آقای دکتر من همین رو میخوام خدمتتون عرض کنم، این مشکلات برادر من باعث شده که آقای دکتر من از بچه متنفر شدم، یعنی من میخوام همین رو بگم، اینها به ما واقعا منتقل شده و عذابی که الان به من داده، چون من این رو خودم بزرگ کردم، من اصلا از ازدواج خب همین دیگه از بچه دار شدن. خب نه معلومه، خب از من همین ارزم، از کودک و کودکی بدتون میاد، بنابراین مسئله داریم. بله. من میفهمم. حالا خب اونها رو متوجه. حالا بذارید ما بریم. نه صبر کنید، نه بابت بریم پیام ها رو بشنیم برگردیم، لطفا خلاصه کنید بریم، برای که تکلیف الان از نظر من روشنه. شما تو استرالیا، چون تو ایرانه، با یه فرد بیمار روبرو هستیم. فقط سوال من قبل از که برید، با پدر مادر زندگی میکنه یا جداست؟ آقای دکتر با پدر مادرم زندگی میکنه، ولی خدمت شما عرض کنم که همش دنبال ببخشید خوشگذرونی. من کاری ندارم چی میکنه. نه من فهمم کجا شب میره میخوابه. بله اوکی، خیلی خوب، پس هنوز این وضعیت دیدم. بله خدمت عرض بکنم که حالا ما میگم به جایی رسیدیم که من حدودا چند ماه پیش این دوست من به من زنگ زد و من واقعا، یعنی باورتون نمیشه، واقعا یعنی باورم نمیشد که به من گفتش که من این همه چیز کردم، خدمت کردم به برادرت و برادر تو این همه پول رو برای من جابجا کرده. متاسفانه من باهاش که صحبت، آقای دکتر مسئله همینه، اگر میتونید صبر کنید، اگر میتونید، اگر فکر بهش کنید، حدودا چقدره این پول؟ آقای دکتر فکر میکنم حالا خودش که دو حدود 200 میلیون رو میگه، ولی حدودا فکر میکنم حداقل 400-500 میلیون تومان باشه در عرض فکر کنید 3 سال. حالا فاکتورا رو حجاب جمع میکرده خب 400-500 آقای دکتر میخوام میلیون تومان. حالا میفهمید. خب پول کمیه نیست آقای دکتر، بالاخره برای یعنی بعد خیلی جالب آقای دکتر فکر نکنید اصلا اهل سیوینگ نیست، یعنی اصلا. آخه عزیزم شما یه چیزای عجیبا غریبی میگید، قربونت برم، من اصلا باور نمیکنم شما رو میگید. خب شما آخه مثل اینی که من برگردم بگم یه کسی در تمام عمرش درس نخونده، خوندن و نوشتن بلد نیست، ولی نمیدونم اهل زدن ویولون هم نیست. آخه سیوینگ یعنی چی برای ایشون؟ شما با یه پسر بیمار رو برید، دنیا رو یه جور دیگه میبینه، جهان یه جور دیگه است براش، چه معنایی داره که اهل سیوینگ و ایناست؟ شما و پدر مادرتون دارید کاری میکنین که این اوضاع رو بدتر کنه و کارهای بزرگتر بکنه. خب این پولی که الان میگید یه چیزی به پول دلار امریکایی مثلا میشه حدود 20,000 دلار، درسته؟ بله تقریبا. بله این پولی است که برداشته. خب الان پرسش چیه؟ یعنی الان یه همچین برادر بیماری بله جان. فقط من دو تا نکته بگم بعد سوالم از خدمت شما بپرسم. مسئله این که مثلا الان چند ماه پیش که این مسئله صورت گرفته آقای دکتر، الان براش کاملا عادی شده، الان دنبال ببخشید عشق و حال و باز بره به شرق بیرون و با این دوست و با اون دوست و یعنی انگار نه انگار اتفاقی افتاده. مثلا بهش بگم آقا اگر برادر مثلا دوست من بره از تو شکایت بکنه تو رو بندازه زندان، مثلا براش اهمیتی نداره، میگه اون حق، ببخشید اینجوری من میگه اون حقش بوده، زیاد از من کار کشیده، ولی اون پولی که باید به من میداد و نمیداد، من این حق خودم بوده، یه همچین حالتی. و نکته بعدی که حالا همین دوست قبلیمونم که آقای دکتر با شما صحبت کردن که مشکلاتی با خانمشون داشتن، آقای دکتر این داد و بیداد در خانواده من که مسبب اصلیش ایشون بوده، با من نگران این هستم که خدایی نکرده برای خانواده من اتفاقی بیفته، چون ایشون برای اون پول هر کاری رو میکنه، امکان داره به قول شما هر اتفاقی برای پدر مادر من بیفته.
حالا آقای دکتر ما باید چه کار بکنیم؟ هیچی. من با بفرستید بره زندان. با بفرستید بره زندان. اینکه شما شما یه اظهار نظرایی میکنید درست نیست مثل قبلش. اینکه هیچ اهمیت نمیده میگه بره زندان من پول به من بده. بذار بره زندان. هیچ درست میشه. یه ضربه بخورید فهم دنیا همچی جوری نیست که آدم داده بیداد کنه زور بگه. شما گیر افتادید. شما فقط میتونید بالاخره به تدریج اوضاع رو بدتر میکنید تا پدر و مادر رو و یا خواهر رو که اونجا هستن از پا در بیاد. شما اصلا راهی ندارید. این مسئله چیزی نیست که بشه باشه جوری کنار اومد. چون در این گونه موارد شما با بیماری روبرو هستید که حالا در سنی ایشونه که هیچ کنترلی دیگه روش نداره. 5 ساله بود، 10 ساله بود، 15 ساله بود خیلی کارا میشد کرد ولی حالا در سن 30 سالگی هیچ. هر و حرفی نیست به دوستتون به نظر من شکایت. پدر مادر رو هم حالا جریان بذارید یا نسه بره دنبالش. برای که این باید بدون دنیا یه پیامی داره ولی اینجوری که نمیشه زندگی. دقیقاً. اصلا دنبال پیامداش نیست متوجه. مثل یک بچه مثلا 5 6 ساله فکر می‌کنه مثلا حالا چون اصلا پول برداشت از پدر من پول برداشت از خواهر من. اونا رو میدونم عزیزم. ما چیزی بهش نگفتیم. عزیز من خب اشتباه همینا بوده دیگه. اشتباه پدر مادر شما بودید عزیز. شما به بچه نگفتید که تو یه مسئولیتی داری، یه پیامدی داری، یه نتیجه‌ای داری، یه عواقبی داره کارا. و خب این به این نتیجه رسیده که نه زور میزنه، داد میزنه، بعدم با پدریم. الان هم این وضع رو اگر ادامه دادید همچنان این گونه خواهد بود. بنابراین تکلیف بسیار روش. رو ببرم پیش روانپزشک. اصلاً که حتماً خوبه که ببرید ولی فرقی نمی‌کنه. اونم بازی میده. بگید بره برای روان بزنید. اولا یک نمیره، دو بره دوای ای بهش بدن نمیخوره، سه کار جدیتر از ایناست. برادر شما زم نه تنها مشکل روانی داره، مشکل اختلال شخصیتی داره. شخصیت خودشیفته و در این حال بوردرلاین یا ناپایدار داره. تو خالی آقای دکتر، یعنی در درون چی نیست، فقط با وسایل میخواد خودشو بگه که مثلا من اینجوری هم، پدرم اینجوری. اصلا اونا مهم نیست. اونا مهم نیست عزیزم. اینکه چگونه عمل میکنه مهم، تاثیر بد و منفیشه، دزدی که میکنه، آسیبی که میزنه. اصلا بره همه جا برگرده بگه من 4 تا مدال نمیدونم اسکارم بردم یا المپیکم بردم، چه اهمیتی داره؟ شما بیش از اون گرفتار. شما با یه برادر بیمار روبرو هستید که از یه طرف باید جلوشو گرفت، از جانب میگه مبادا 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 اصلا فکر ازدواج و اینا بکنه، هیچ دختر و خانواده ای رو بدبخت نکنید. هیچ هیچ، یعنی این کار واقعا جرم و جنایته. برای به نظر من نه، باید یه دفعه پیامد کارشو ببینه، به دوستتون بگه اگر میخوای دلت میخواد میتونی بری شکایت کنی و بعدم به هر حال یه دنیای دیگه ای رو باید تجربه کنه. دنیای پدر مادر هوچی بازی نیست ولی آسیب دیده سخت و سنگین. به نظر من مسائلی داشته. همینه که من وقتی که قرار خواهر و برادر بزرگتر بچه های کوچیک رو اداره کنه، هم خودشون آسیب میبینن هم به بچه آسیب میزنن. ولی مسئله برادر شما بیش از ایناست. تو خانواده شما یه رده ای از بیماری ها و گرفتاری هاست که اون آمده کار دست همتون. بله، رده سمت مادرین فکر میکنم باشه. بله. از طرف ژن مادرین من میدونم که یه مقدار مشکل داشتن. نه خراب از به جایی نمیرسی. به نظر شما ما برای همین بحث ADHD ایش میکنیم. اصلا ADHD مسئله شما عزیز من، اصلا بحث عزیز من، عزیز من، عزیز من، ADHD رو فراموش کنین. اینا مسائل جزئی کم اهمیت هست. برادر شما حالت احتمالا دو قطبی داره، حالت وسواس داره به صورت منفیش، حالت سایکوپت سوسیوپت داره، برادر شما نارسیسیستیک خودشیفتگی داره، برادر شما بوردرلاین پرسونال دیسوردر داره، یه کار 5 ساله یه تراپی با یکی دوتا متخصص داره. ADD و ADHD مسئله شما نیست. ایشون که شما نمیخواید بیاد اینو کمکش کنید که بره سر کلاس درس بخونه، اصلا مسئله این نیست. برادر شما به بیراهه رفته. ببینید به حرف من گوش میکنه، من میخوام ببرمش واقعا الان دیگه، ما میخوام ببریمش دکتر ببینیم که به قول معروف کدوم دکتر ببریم. و بهترین کار اینه که با اولا با آقا میبرید که هرگز خانم نباشه، دوم فعلا با روانشناس، یعنی اون چیزی که کلینیکال سایکولوژیست و پی اچ دی دکترا داره، با اون میبریدش و بعد ایشون اگر تشخیص داد که دارو میخواد میفرسته برای دارو. اگر شما میگید گوش به حرف شما میده که به هر حال اونم از بازیاش عزیز،
شما اگر جدی میگیرین، من که نمیگم، بیش از اون اوضاع خرابه، بیش از اون خرابه، برای که او به 30 سالگی رسیده، نه درسی خونده، نه مهارتی داره، نه به اون صورت کاری میکنه. اونجا کاری که میگرد چه بود با این دوست شما؟ آی دکتر، تو شرکتی که کار میکرد کارهای خرید مثلا وسایل و اجناس انجام میداد. دست راست دوست من بود، یعنی دوست من همیشه به این اعتماد داشت، میگفت بعد اینم خدمت عرض کنم، خیلی خوب کار میکرد اونجا، چون این کارو علاقه داشت، خیلی خوب کار میکرد. برای که منی من که هر موقع من باشم صبح، بله، هر موقع باهاش صحبت میکردم گفت این خیلی خوب کار میکنه، من ازش خیلی راضیم، دستش درد نکنه. بعد از این همه مدت تازه متوجه شدیم که بله، این مثلا حالا چون رقمو که خیلی چیز بوده، بعد فهمیدیم که این مثلا بعد هر فاکتوری که مثلا چیز می‌کرده، میگفت من، یعنی دوست من گفت بعد از چند مدت مثلا من متوجه شدم که این فاکتورا رو جابجا میکنه، اعدادش رو مثلا بالا پایین میکنه که برای خودش مثلا یه چیزی برداره، و همه‌رم خرج کرده، همه‌رم خرج کرده آقای دکتر، پاس باشیاش، یعنی یک روز جمعه بگیم همه رو خرج کرده مثلا. خب معلومه. حالا من بنابراین شما یه روانشناس براش پیدا کنین خودتون، ولی خودتونم لطفاً یه روانشناس پیدا کنین که اتفاقات و حوادث و احساسات و باورهای کودکیتون زندگی شما رو خراب نکنه، برای اینکه اون گذشته. خدمتتون یه سوال کوچولو از خودم بپرسم و به قول معروف تمام. این که آقای دکتر، این باعث شده که من متاسفانه، هم من و هم خواهرم البته، این که واقعا از بچه بدمون میاد و این که واقعا این خیلی ما رو عذاب داده، ولی من واقعا ممنونم که شما صحبتای قشنگی همیشه میگید، من میخوام تغییر بدیم زندگیمون رو. ولی الان که من اومدم توی استرالیا آقای دکتر، من متوجه شدم استراب دارم، استرس دارم اینجا خدمت شما، یعنی همیشه شما میتونید مریضی ها از 35 سالگی تا 40-45 سالگی میاد سراغت. من اصلا آقای دکتر جلوی 50 تا دانشجو من به راحتی صحبت میکنم، ولی شما حساب کنید که من الان در این سن استراب شدید اومده، استرس برای من اومده، خدمتتون عرض کنم وسواس شدید اومده، مثلا من در خونه رو میبندم میرم با ماشین مثلا اینا، خب ببینم من زیر گازو بستم اینا، برمیگردم از دوباره باز نگاه کنم ببینم آیا یعنی خودم اون که دارو میخواد، اون بدون دارو نمیشه عزیز. و نکته اون بعدی که این استرابه که برای من ایجاد شده آقای دکتر، باعث شده که شما همیشه میفرمایید که جوهر ذهن رو خوش میکنه، من واقعا حافظم رو دارم فکر میکنم دارم از دست میدم، یعنی من اصلا استراب نداشتم آقای دکتر زندگی. نه، حافظه رو از دست نمیدید، مطالب و سر جوش ثبت نمیکنید. شما با یه خودکاری می نویسید که فاصله داره از کاغذ، بنابراین وقتی نگاه میکنید هیچی اونجا نیست. نه، اونو میشه کمک گرفت، دارو رو میخواید برای استراب و وسواس و اینا به نظر شما حل میشه کلا با دارو؟ به نظر حتما حل میشه، دارو به مقدار زیادی حل میکنه، بعدم کار تراپی رو میخواید، برای که شما باید در زمینه احساساتتون و باوراتون یه تجدید نظر اساسی بکنید، و بعدم اگر میتونید سیدی استراب رو، افسردگی رو، استرس رو، خشم و عصبانیت رو روی هم 28 ساعته حتما بشنوید. من میخوام برگردم ایران آقای دکتر، چون هر کدوم کردم اینجا وضعیتش به نتیجه ای نرسیم، یعنی اونجا هم به صورت کتاب هست، هم به صورت سیدی و برید، نه ولی اونجایی که میرید دو مرتبه کوشش نکنید پدری برای برادرتون کنید، شما رسم دارید. دیر شده ولی به نظر شما نه، دیر نشده، پسر خوبی اگر بشی دیر نشده. به هر حال خودتو درست کن، پدر ازدواج هم میخوری، به هر حال قبلا تو پدری تو کردی ولی دیگه بسه. جان خوب میشه به نظر شما که من حسم نسبت به بچه، ببینید من حتما حتما الان نه نه الان نه، آیا من خوب میشم؟ خوب میشی اگر بخوای خوب بشی و بری دنبالش از راه درستش. بنابراین لطفا اون سیدی ها رو بشنو، بعدم اونجا با روانشناس در تماس باش. اگرم به تو گفتن برای وسواس دارو میخوای دارو رو مصرف کن، امیدوارم اوضاع بهتر بشه، ولی دنبال برادر را نیا. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. آیا یک سوال، یک چیز کوچولو فقط برای برادرم، هیپنوتیزم آیا تاثیر داره؟ بعدن فایده ای نداره برای برادر، هیچی فایده ای نداره. نه، اگر حاضر باشه بیاد 5 سال بره دکتر، با دکتر روانشناس و روانپزشک 5 سال باش کار کنن، امید هست به جایی برسه، اگر حاضر به همکاری باشه. برا مواظب خودت اگر نه که هیچ برا خوشحال شدم باهاتون صحبت. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. ولی فرمودین تشکر.